توی همون زمانی که آقای آذر جهرمی وزیر شدن شما دفتر ما تماس گرفته بودن شما با من صحبت کن ایشون هم اقدام کرد بعد و فرمودن یادم دفترشون تلفن رو بس کردن گفتن که من کلیپ بر از, ب... از شما برای من فرستاده یه نفر توی شبکه های اجتماعی گفته بین در مورد لزوم سواد رسانه حالا که شما یه خلقی داشتن خیلی باهوش بودن یعنی افراد مختلف رو جذب میکردن و نگه میداشتن بعد گفتم ما در خدمت هر کمک کرد دستن بر بده انجام میده حالا دولت روحانی ها آره. اینا وزارت اطلاعاتی ان رفتن اون تو ها خب ببین یعنی این وزارت اطلاعاتی آخرش میشه وزارت ارتباطات دیگه خب چون حوزه مخابرات و اینا خیلی مهمه برای امنیتی ها بعد خدمتش حالا وزارت ارتباطات بودن بعد خب نه این به معنی که چیز نیست داره از امنیت کشور آره اونجاش جاش که سیاسی بازی میکنن که سفارت کاری میکنن بده چه میخواد سپاه باشه میخواد نیروی انتظامی باشه میخواد ارتش باشه هر جا باشه بعد ایشون شماره تلگرام من اگر من از این دو ها داشتم این مجازی ها گرفتم خندید حالا بعد هم نیره میدونم بعد گفت یا نه چیه حالا مثلا یه دو سفر گرفتی فکری قريق... نمیتونی ما در بیاریم مثلا چه گفت کلش زیر نظر حالا آقا اینی که خیلی نگران سیانت و اینجور چیزا نه اینه همه رو دارم همه رو دارن شما فکر میکنید خیال خوشی داری داره اینجوری بشون بر همون هم اجازه میدن شما استفاده کنید وزیر ولا... ارتباطات گفتن خیالتون راحت بشه آره یعنی خیالتون راحت <applause> <applause> و اگر... همین سیگنال تا اومد بالا همچین بیخ بستنش که اینا جالب اینا حالا با فیلتر شکن که واسه فیلتر شکن مال خودشونه خود همینا بهتون میدن آره ساده شما خب بعد اونو که بهتون میدن بعد شما چیکار میکنی با اون فیلتر شکن میری برات اس ام اس داره میاد برای اس ام اس گوشی موبایلت میاد عزیزم شما رو چرا اس ام اس داره میاد نمیتونه رو ببنده که اس ام اس نیاد خب بعد یه من رفتم مشهد شی... رشت یه سخنرانی داشتم اون موقع بود که این تل... یه نفر زده بود با قمیه که کشته داره. بود خب بعد من اونجا یه نقدی کردم با آذر جهرم گفتم بابا ببین چقدر یل است یکی میزنه اینکه ما بیایم اینو اسینت کنیم بیایم هوش مصنوعی سوار کنیم ببین که ببین این آدم مدت ها قبل تو پیجش عکس اسلحه میذاشته یه نفر نمیرفته بگو این اسلحه تو کجا بری باش عکس میگیری مم. با شادمان، با نمونه اسلحه کمری با کلاشینکوف تو چی کاره که داری اسلحه گرم دستته بیارم بگیرن یارو رو همون زده آدم کشته بود من توی سخنرانی همین گفتم آقا ایشون دیگه روابط ما رو تار شد چند چند داشت که دیگه من دم رفت توی این اینستاگرام جواب داد ببینید شما یه چیز تویتری رو بکشونی توی اینستاگرام زردش کردی توییتر دی تا 40 چقدر بیشتر اجازه میده اینستاگرام برو توییتر نظر نمیتونه پاک کنه اونجا میتونی پاک کنه ادیت نمیتونی بکنی اونجا ادیت میتونی بکنی خب چه شون اون طرف یعنی جبهه قدرتیشون تو اینستاگرام بود چون پیجش من نداشتم اصلا خب دیگه این مونتا به اسم من رایف با کلی هوادارا هوادار دارم من تو همون اینستاگرام اصلا حمله ها شروع شد این به خب. پیج به پیج دیگه خورده خب. روابطی خب. رو خب. تار خب. شد خب. خب. <applause> گذشت و میخوام بگم اینجوریه ببین آره. اصلا خیلی دارم واقعا صادقانه هر چه سرچ بشه بیاد بفرماد نه اینطور نبوده خب و مشکل شخصم خدا گواهه بهش کنه گذشت و تا این ماجرا چیز پیش اومد ایشون یه پهباد پست هوایی اومدن آره رونمایی کردن خب کار خوبه در مورد مدرنیزاسیون کشور خوبه اینم اصلا یه دیدگاه جدیده نگاه جدیده که آقا به پست بتونیم هوایی بیاد فلان بیاد اون تو هم ها مدت مدت‌ها قبل از همین روش چیز می‌کردن تراک از اون ورقه مرز می آوردن یه جی پی اس مبدا مقصد میدادن شستن میشستن می میرفت اونجا میزاش می اومد خب بعد ایشون گفتش که توی توییتر فرمودن که بیاید بگید اسم این چی باشه یه رندی هم از این کاربرا اومد نش من جایم. یه میگه په پهباد پست هوایی مخفف میشه پپه اسمش بزن پپه اسمش پرس گذاشت مردم بذارن بعد دیگه نامرد مردمم مل... مردم هم ریختن امت ازبالله. امت همیشه در سنه به اون را رأی دادن اون شد اول گو آقا جونم توی زگو حالا بعد بزنین گفت آقا این دستاورد بچه‌های زحمت <applause> کشیدن مهندسامونه خب من می‌ذارم پپه اسم کار کاربر سجاد بود گفت منم می‌ذارم سجاد اونم قشنگ <applause> زده دیگه خب بالاخره اطلاعاتی‌ها یه هوشی دارن که رفتن توی اطلاعات دیگه <applause> <applause> خدمت شما عرض بکنم که این گذشت و خب ما امیرآباد تهران یه پهبادی که بلند کرده بود با ضد زدن من اون روز خیلی تو ذهن همین جرقه زد که از فردا هر کس پهباد بلند کنه فکر کنم زد دم خودم ما رزمندوم رفتن جنگیدن مردم صدا گوله نشتم اونجا تاک 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 چه صدا آر بعد بچه ها جمع کردم گفتم آقا چجوری میشه یه گفتن گفتم مدل های مختلف هست رفتن تحقیق کردن واد مهندس ما. گفتن آقا نمیدونم یه سری اوقا پرورش میدن رو هوا میگیره په تور میندازه جمعی انجام میدن جمعی انجام میدن منطقه کلا الان بعضی جای تهران که شما رد میشید یا جی پی تون شوتتون میکنه یه بر دیگه جمعی <applause> روشنه دستگاه جمعی روشن که خوبم نیست من بگم خب بعد مدل های مختلف و ما رسیدیم بهترین مدلش رو شروع کردیم ساختیم انجام شد این قبل ما ساخته بودیم ما یه سال از ساختمون گذشته بود یکی دو تا این رو داده بودیم به درخواست کننده و اینا من گفتم الان وقتش اینا رو نمایی کنم من یه شبیه توییت ایشون که زده بود تا مثلا یک روز دیگه خبر مهم حالا خبر ما همین هم هم چیزه بودن هم به بود آقا مؤمن شما فکر کنن تو مملکت ما این اومده نشسته جلوی در خونه یه نفر مثلا یه پشت و بومش همسایه بلندش میکنه موتوراشو وا میکنه بسته بس در میره چه جوری میخوای شما بگیرید حالا یه خود ایناش بعد تعمید اما میخوام بگم چیز رسانه ای بود دیگه اینش خوب بود آره من همون اولام گفتم بعد ما اینو رو نمایی کردیم رفتیم توی منطقه ته غرب تهران شاید منطقه شهید بابایی اونجا مجموعه بود اومدن تست کردن تست کردن تستا تست رو جواب داد و دوباره ببخشید غرب آره شرق تهران رفتیم منطقه شرق هم تهران و ته اتوبان بابایی بعد تست شد همونجا من فیلمی هم ضبط کردم گفتم حالا آخرش هم شوخی می‌کنم اگه یه وقت پپه اومد تو حریم شما پپه کش میتونید بکشتش پشه پشه کش مثلا آره این نقطه اونه خب هر دو تا دستاورد مهندسی چه اتفاق افتاد چهل و خورده خبرگزاری و سایت با دستور وزارت ارتباطات یک خبر دروغ انتشار داد که چند وقت پیش یه هواپیمایی داشته خدمت شما از کنم می کجا این دستگاه جمین گنونم چی چی جی پی کار انداخته و زمینی میتونه دستگاه رایفی پور باشه کار به یه جای رسید که دیگه این اواخر گفتن ده هاپیما هم همین رایف بور انداخت حاجی زاده ما میگه گردم هم خب نه همین انداخت خب ما فرداش گفتم سریع گفتم مصاحبه کردم گفتم ما اینجوری نیست حالا مصاحبه من کی پخش میکنه هیشکی و تو مسافه خودم بزنم برم یه خبرگزاری یه خبرگزاری دو هزار چلو سه چهار تا فکر کنم بودن خبرگزاری و سایت که اون ما تو مؤسسه تلفناش ضبط میشه به اینو تماس میگرفتیم که حجت بشه گفت ما این دروغ ها ما مسابقه کردیم اینو ببینید ازشون از شکایت میکنیم ما نشر کاذب بعد یکی از اینا خبرگزاری ها این پایگاه خبری بود خانم نه دای بادمجون میکنه چه صدا جلز ولزش هم میاد قشنگ بابا ما پول دادن ما اینو بذاریم ما هنوز صوتو داریم تبلیغ آره تبلیغه گفتن خبر بعد بدید بعد روابط عمومی ایشون اومد تو بخش یکی از بخشای ایرنا اصلا بخش اقتصادی اینو چی بی ربطی. گفت منظورمون من نگفتم رای فیپورو ها گفتم دستگاه از این دست کجا دارن تولید میشه و آسیب نزن خب یعنی به قولی گفت زدی ضربتی ضربت نوش تو وزیر ارتباطاتی زورت بیشتر